سلام بسیاری از ایرانیان مترصد این موضوع هستند که چگونه می توانیم تورم رو کنترل کنیم من بارها سعی کردم به این سوال پاسخ بدم کنترل تورم به این صورت هست که باید سیاستگذاری بودجه ما اصلاح بشه در بلند مدت این اصلاح سیاستگذاری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی است اما در کوتاه مدت دو قضیه باید صورت بگیره پس دو اصل اساسی ما داریم برای اینکه از شرایط تورمی فعلی که 50 سال ادامه پیدا کرده برسیم به شرایط مطلوبی که نرخ تورم ما به امید خدا در یک فاصله مثلا 4 ساله بیاد در حد دو تا 5 درصد قرار بگیره خب سوال اینجاست که چه باید بکنیم دولت چه باید بکند پاسخ به این سوال بدین صورت است که در ابتدا دولت باید تفکیک بودجه ارزی از ریالی انجام بدهد یعنی درآمد ارزی دولت وارد بودجه ریالی نشود یعنی دولت از بودجه ارزی برای تأمین کسری بودجه ریالی استفاده نکند یعنی بودجه دولت باید شفاف باشد شفافیت نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت خب سوال اینجاست که اگر که بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشود آنگاه ما 50 درصد بودجهمون متاسفانه کسری بودجه خواهد بود چون درآمد نفت رو باید از بودجه خارج کنیم اتفاقا مطلوب همین هست که درآمد نفت از بودجه خارج بشود اگر تفکیک بودجه ارزی از ریالی صورت بگیره دیگه دولت بانک مرکزی رو مجبور نخواهد کرد که اقدام به در واقع چاپ پول کنه و اقدام به افزایش پای پولی کنه که این پای پولی هم پول پرپ قدرت بانک مرکزی است یعنی وقتی پای یک ریال پای پولی افزایش پیدا میکنه دست نظام بانکی برای خلق پول بیش از گذشته باز می شود و این هست که ما تورم های ممتد طولانی در سطح بالا متاسفانه داشته ایم پس اگر من بخوام که خدمت شما ارائه بدم که چه باید کرد در بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح بشه در کوتاه مدت دو کار رو ما باید انجام بدیم یکی تفکیک بودجه ارزی از است و دو استفاده از اوراق برای تأمین کسری بودجه ریالی حتی اگر بودجه کسری بودجه ما حتی اگر 50 درصد باشد باز هم از محل اوراق تا چند سال به خوبی ما می توانیم این کسری بودجه رو جبران کنیم بدون اینکه تورم داشته باشیم وقتی که مشکل تورم حل بشه طبیعی که وضعیت اقتصادی هم اصلاح خواهد شد رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد رشد اقتصادی که به وجود بیاد یعنی در واقع نسبت بدهی ما چون مقدار تولید افزایش پیدا کرده نسبت بدهی ما کاهش خواهد یافت بنابر این نکتهی که خدمت شما عرض کردم راهکار پایدار کنترل تورم برای همیشه خواهد بود سپاسگزارم